رئیس جمهور در نشست خبری وعده داد سال آینده به لحاظ اقتصادی سال بهتری خواهد بود. تهران 9 ماه بعد از توافق هسته‌ای آخرین روزای سرد زمستون رو تجربه میکنه و آماده رفتن به سال جدیده. مردم منتظر اتفاقاتی هستند که قرار بعد این توافق بیفته و بازار شبهه‌ای هم تحت تأثیر این انتظارات مردم هست. دوباره بگویید، من هیچ وقت پیزا نمیخورم. قرار این قسمت از مستند رو به همین موضوع اقتصاد بعد برجام اختصاص بدیم. کارهای روزانم بعد از اومدن دانشگاه محدود شده به پیگیری اخبار و اتفاقات اقتصادی کشور که ناشی از توافق هسته‌ایه. مقدمات کار به سرعت داره طی میشه و آماده گرفتن مصاحبه هستیم. همه چی آماده است برای ساخت یه مستند داغ و بروز. اما من حس میکنم تو کوران این رفت و آمدها دارم داستان اصلی رو از دست میدم. خب باند نیویورکی کم من نمیخوام از اون بخونم، ولی به اصلت بله دقیقاً همون بوده. ابعاد تازه‌ای از یه ماجرای پیچیده هر روز و هر هفته بیشتر برامون باز میشد. ما ولی چندان علاقی به باور کردن قضیه نداشتیم. ما کجا و برادران راکفلر کجا؟ چه پشتکار عجیبی دارند این دوستان آمریکایی؟ In a few weeks we'll bring out our own hot scene. There'll be sabzi polo with fish. هنوز توی سری از بچه‌ها تردیدها زیاده که باید سراغ این موضوع رفت یا نه، خصوصا توی این روزهای خاص و عجیب که اتفاقات پشت سر همش اجازه فکر کردن رو به خیلی ها نمیده. اما به نظرم نگفتن و پنهان کردن از مردم چیز رو حل نمی کنه. شاید بشه سر و انداخت پایین مثل فیلسوفا قضاوت رو سپرد به تاریخ. شاید هم بشه بیخیال هر چی که بهش رسیدیم بشیم و سرمون به کار خودمون گرد باشیم. اما نمیدونم ما مرد این کار هستیم یا نه. Told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event, and out of that event we would invade Afghanistan to run. آشنایی من با خواندن راکفلر بیشتر حالت اتفاقی داشت. من در حال تحقیقات یه مستند درباره 11 سپتامبر بودم که با این موضوع توی آمریکا آشنا شدم. به نظر تعداد زیادی از رسانه‌های غیردولتی، طراحی انفجار برج‌های دوقلو کار مشترک چند خانواده معروف آمریکایی از جمله خانواده‌ای به اسم راکفلر هاست. از یه وقتی جالب‌تر شد که فهمیدم مالک این برج‌های دوقلو همین خانواده راکفلر بودن و این برج‌ها با سرمایه اونها ساخته شده. همین قضیه باعث شد تحقیقات فشرده‌تری راجع به این خاندان که تا حالا اسمشون رو هم نشنیده بودم شروع کنم. ولی باید اعتراف کنم که هیچ احتمالی نمی‌دادم که سر و کار این برادرها روزی به ایران هم افتاده باشه. اون هم نه توی تاریخ دور. درست تو همین چند ماه گذشته. منم باورتون نمیشه. پرینت می‌گرفتم برای اینکه بتونم کار بکنم دیگه. بعد اینقدر من پرینت رو باید میخوندم، اینا رو میخوندم، جدا میکردم نکاتش رو، بعد میشستم گزارش مینوشتم. رفتم سراغ آمریکا، بعد همینجور که میگشتم تو سایت های مختلف با این اربابان جهان آشنا شدم. بعد دیدم اصلا یک دنیای وسیع عجیب غریبیه. واقعا دود از کله یادم بلند میشه. In U.S. politics, there are about six families, like the Morgans, the Rockefellers, the DuPonts, the Carnegies. These are wealthy families that have lots and lots of power. Rockefeller, Rob, you know, استلهمون پدرشون چی بود اسمش؟ James D. Rockefeller. اینو پولش از چی درآوردن؟ استخراج نفت درآوردن. استخراج نفت اول کجا تو دنیا کجا اتفاق افتاد کی میدونه؟ باری کلا وسترن پنسیلوانیا.
اما ماجرای راکفلرها در تاریخ ابرقدرتی آمریکا بیشتر به خاطر گل سرسبد پنج نوه جان دی راکفلر، یعنی دیوید بزرگ، دیوید که برای پدر بزرگ از بقیه برادرش محبوب تر بود، با بلند پروازی های خاص خودش خیلی زودتر از بقیه برادرها به سیاست از نوع روابط بین الملل علاقه پیدا کرد. البته چهار برادر دیگه یعنی جان، نلسون، لورنس و وینتروپ هم میراث 10 میلیاردی پدر بزرگ بود که بعد پدرشون جان دیویسون بهشون رسیده بود حیف و میل نکردن و به واسطه اون طبق گزارش های منتشر شده روزنامه ها تقریبا 76 پست رسمی در دولت های مختلف آمریکا داشتن. اما دیوید موجود دیگه ای بود. از همون بچگی فقط دنبال کارهای بزرگ بود. بزرگتر هم که شد کارهای بزرگش رو ادامه داد. Rockefeller, your new world order will never come in. You're running out of time. Scumbag, you've rushed it. You screwed up. چقدر تاریخ یک کشور اونم توی مدت کوتاه 200 ساله میتونه جالب و عجیب باشه. خاندان راکفلر بیشتر آدم یاد فیلم پدر خوانده میندازه. همچنان مشغول تحقیق درباره راکفلرها و با چند گروه تحقیقاتی ایرانی که تو حوزه آمریکا کار میکنن ارتباط گرفتم. تو همین روزاست که ایمیلی از یه دوست آشنا با کارها مسیر تحقیقاتم رو عوض میکنه. ایمیل درباره یه گزارش از پایگاه خبری مشهور بلومبرگ آمریکاست که ابعاد تازه‌ای از ارتباط راکفلرها با ایران رو باز کرده. تو متن گزارش اومده راکفلرها چگونه برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران 870 میلیون دلار هزینه کردند. گزارش اطلاعات حساسی درباره روند 12 ساله مذاکرات ایران با آمریکا به واسطه طرحی به اسم ایران پروژکت میده. مشخصه که گزارشگر به اخباری دسترسی داشته که 12 سال به بیرون درس پیدا نکرده. اطلاعات گزارش خیلی مفصل و خاص و نیاز به کار اساسی و ترجمه دقیق داره. همچنان که درگیر سخت و سخم گزارش میشم، احساس میکنم شبکه‌ای که راکفلرها در دنیا ساختن باید مرموزتر از اینی باشه که تا حالا بهشون رسیدن. با حقه‌بازی و شیادی و فساد اومدن بالا، رسیدن شدن این که الان هستن. فک و فامیلشون الان همه بزرگترین بانکدارا و سیاستمدارا و کارخونه دارا رو اینا تشکیل میدن. بیلدربرگ. بیلدربرگ اسم هتلی تو هلند که اینا جمع میشدن، همین خاندان تو دهه 50 بعد از جنگ جهانی دوم سیاست دنیا رو اونجا انتخاب میکردن. اسم هنوزم جمع میشه دور دنیا. یه مش کثافت اجنبیه لجن اونجا جمع میشن و کسایی که اونجا شرکت کردن تا حالا تو مثلا 60 سال اخیر شما سرتون سوت میکشه کسایی که اونجا بودن و نبودن. هر کسی که کاپتن اف اندستری بوده، سرمایه‌دارای بزرگ و سیاستمدارا و هالیوودیا و بخش خبر و همشونا تو رکورد اونجا بودن. ریچارد نیکسون و اونجا خیلی میگن که رئیس جمهور آمریکا اونجا منتخب میشن. چون این یک اقدامی است در سطح تاکتیکی. اداره جهان رو توی داووس شما سازوکارشو ببینید. وزنی که میدید اونجا الان بالاترین وزن رو بدید به داووس، بعد به شورای روابط خارجی، بعد به بیلدربرگ، سه جانبه خواهی و باشگاه روم تو لول‌های پایین‌تر. هر روز که میگذشت ابعاد بیشتری از این خاندان عجیب برام باز میشد. تا اینجای کار فهمیده بودم که این خاندان با تشکیلات قدرتمندی که درست کرده، مثل کمیسیون سه‌جانبه، بیلدربرگ و شورای روابط خارجی آمریکا،
کارهایی که میخواست رو تو کشورهای مختلف انجام میداد. اونها بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مجمع اقتصاد جهانی داووس رو هم تحت نفوذ خودشون دارن، طوری که یکی از رؤسای آخرین نشست داووس رئیس بنیاد راکفلر بوده. با این حال به جز سرنخی که گزارش بلومبرگ درباره ارتباط راکفلرها با ایران داده و مربوط به این چند سال اخیر میشه، هنوز نمیدونم راکفلرها دقیقا از کی پاشون به ایران باز شد. بعد از کودتا نقش آمریکا نسبت به کشورهای خارجی دیگه در ایران بیشتر شده بود و طبیعی بود که بیشترین منافع نفتی هم نصیب شرکت‌های این کشور بشه. برای همین در کنسرسیومی که بعد از کودتا به جای شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد، کمپانی‌های نفتی آمریکایی، خصوصا شرکت اکسون راکفلرها، بیشترین سهم بردند. The Iranians never had access to the company's accounts. The royalties paid to the Iranian state were negligible, but sufficient to satisfy the reigning monarch, Mohammad Reza Shah Pahlavi, and by his silence. بانک چیس منهتن راکفلرها که تبدیل شده بود به یکی از مهمترین بانک‌های دنیا، از جمله بانک اصلی سازمان ملل، در دهه 70 میلادی به یکی از بانک‌های عمده خارجی در ایران تبدیل شد. چیس سپرده هنگفتی در ایران داشت که در 1975 میگفتن بالغ بر 2.5 میلیارد دلار میشه. رابطه بین شاه و بانک چیس اونقدر نزدیک بود که بعدها در کشاکش و اختلاف مالی مربوط به شاه در موافقت نامه الجزایر گفته میشد تنها کسانی که میدونستن سرمایه گذاری شاه در ایالات متحده به چه میزان و به چه صورتی بود، افراد مسئول حساب‌های او در بانک چیس بودند. Also, my women worked with me on this, worked together. We felt that at the very least he should be invited to find refuge in the United States, or if we didn't do that, that at least the United States should help him because he had been a good friend. هنوز نمیدونم بعد از 37 سال پیش که راکفلرها از ایران رفتند دوباره کی پاشون به ایران باز شده. فعلا تنها سندی که دارم همین گزارش بلومبرگ. احتمالاً ایران پروژکت خیلی از سوال‌ها رو بتونه جواب بده. درباره ایران پروژکت تو ایران آدم‌های زیادی نبودن که بتونن حرف بزنن. شاید 3-4 نفر. که دو نفرشون هم با این استدلال که دیگه ایران پروژکت کارشو انجام داده و همه چی تموم شده مایل به صحبت نبودن. فقط میمون دو نفر. ایران پروژکت یه پروژه‌ای بوده که بنیاد راکفلر یا صندوق راکفلر، هر دوتا بهش میگن، توی UN Association of USA تعریف کردن. صحبت‌های مقدماتیش سال 2001 شروع شده، از 2002 رسماً به عنوان یه پروژه توی UN Association of USA تعریف شد. تمام اعضاشون هم با راکفلر برادرز فاند ارتباط دارن. ارتباطشون هم اینجوری نیست که مثلا کارمند و اینا باشن. مثلا استفان بی هاینز که عضو ایران پروژکت هست، رئیس راکفلر فاندیشن هم هست. ویلیام ایچ لوئر که رئیس ایران پروژکت هست، هم جزء مدیران هم عضو هیئت مدیره راکفلر برادرز فاند بوده، هم تو سمت‌های مختلفی که داشته برای راکفلر کار میکرد. اینا کیا هستن؟ بر اساس سایت خود The Iran Project، آقای سفیر سابق البته ویلیام اچ لوئرز، آقای استفن هاینز، پرزیدنت آف دی راکفلر برادرز فاند، رئیس بنیاد یا صندوق هر چند تا اسم بذارید برادران راکفلر، خانم جسیکا تاچمن متیوز، رئیس
کارنگی اندومنت فور اینترنشنال پیس. آقای پیکرین که افتخار وزارت خارجه آمریکاست به خاطر اینکه ایشون 50 سال فقط سفیر بوده تو این کشور اون کشور. اصطلاحاً بهش میگن کریر امباسادر. خودش هم نوشته The highest in the US Foreign Service. دیگه از این بالاتر رنگی نداریم، درجه ای نداریم. پال پیلر، بفرمایید که ایشون کجاها که نبوده چه کار میکنه؟ رئیس واحد تحلیل اطلاعات CIA در خاورمیانه و پرشن گلف، خلیج فارس و جنوب آسیا. با اینکه میدونم ممکنه بی ملاحظگی باشه، ولی تو قسمت ثبت نام سایت خودم با عضوی از سایت ایران پروژکت میکنم و ایمیلمو بهشون میدم تا اخبار مرتبط ایران پروژکت رو مثل سایر اعضای سایت برام بفرستن. ببینید اصلا همه رو میگم اینا اطلاعات محرمانه نیست، سایت خودشون اعلام کرده، اینا رو میتونید تو رسانه ها بخونید. اولین گفتگویی که بالاخره انجام شد دسامبر 2002 بود، بعدش تو سال 2003 تا 2006 هم ادامه داشت، 12 دور گفتگوی مختلف. میزبان گفتگوها استاکهلم اینترنشنال پیس ریسرچ اینستیتیوت بود. یعنی ایده کلی این بود که گفتگو اگرچه بین طرفای ایرانی و آمریکاییه، ولی تو استاکهلم انجام بشه تا حساسیت خاصی ایجاد نشه، که اون بر ایران پروژکت راکفلرها هست و این برم از مقامات گذشته یا از مقامات در حال کار ایران دعوت میشه. بنابراین این اطلاعات روی سایت خود ایران پروژکت وجود داره و عمدن هم خواستن منتشر بشه. I think we should probably start right in and I will explain a little bit about what the Iran project is. How many of you ever heard of it? Nobody. Okay, hey. The Iran project started about 12 years ago. Its objective was to open up informal back channel discussions with Iranians. یک سال تمام سعی میکنن و بعد میتونن اولین جلسه رو بگذارن. بالاخره گفتگوی دسامبر 2002 سه نفر از ایران توی هتل کوچیکی بیرون استاکهلم با اعضای منتخب ایران پروژکت گفتگو کردن. Asked with me a sort of set of meetings in Stockholm that were conducted for almost 5 years. از اون به بعد، یعنی از 2003 تا 2006 کلاً 12 دور گفتگوی ایران پروژکت با مقامات فعلی و سابق اون موقع انجام شد. راکفلرها با تمام خصلت‌های منفی اما یه صفت خوب دارن که شامشون قویه و هوش بالایی دارن. ایران پروژکت خیلی فراتر از اونی بود که ما فکر میکردیم. فقط با یه سرچ ابتدایی 70 تا اسم در اومد که توی 8-9 تا اندیشکده دائم در حال مشاوره به دولت و ایجاد ارتباط با ایرانی ها بودن. 70 تایی که اسم خیلی هاشون تو گذشته کنار طرح‌های بزرگ آمریکا برای دنیا به چشم می‌خورد. Group is made up of not only three of us, but we have probably 60 or 70 prominent American former diplomats, national security advisors, secretaries of state, military four-star military officers, and the group is quite impressive. And ویلیام لورز به اتفاق خانومشون از 1983 تا 1986 سفیر و همسر سفیر امریکا توی چکسلواکی بودن. اون موقع اومدن یه برنامه رو شروع کردن با هنرمندا، الیت ها تو دانشگاه ها، تو عرصه هنری و توی رسانه ها، مهمونی و نمیدونم مراسم گرفتن و اینجور چیزا. اینا روی اینا کار کردن، یعنی هم آقای ویلیام ایچ لورز هم همسرشون ویندی روی اینا مفصل کار کردن. یکی از این چهره های معروف واکلاف هاولز بود. و
واکلاف هاولز یه از زمان اشغال یه چهره دیسایدنت توی چکسلواکی بود، یعنی نویسنده‌ای بود که به خاطر نوشتاش اغلب گرفتاری داشت توی چکسلواکی. ولی واکلاف هاولز رو انقدر با رسانه‌ها بزرگ کردن که در جریان انقلاب رنگی واکلاف هاولز نهایتا میشه رئیس جمهور چکسلواکی. Membre du Congrès, c'est mon grand privilège, mon plus grand honneur et mon plaisir personnel de vous présenter Václav Havel. Lorsqu'il est devenu président de la République en 1989, Loers, par la vie de chez Khodesh Tounest, en 1989, از سال 89 تا 92 هاول که عملاً مهره لوئر توی چکسلواکی بود آخرین رئیس جمهور کشوری به اسم چکسلواکی میشه. اینجا کال لوئر تموم نشده هنوز. چکسلواکی باید تجزیه بشه به دو کشور چک و اسلواکی که این کارم انجام میشه. 2003 کار لوئر توی چکسلواکی تموم شده. همزمان یعنی اون سال آخر از 2002 که شروع بکنیم، سال آخر پروژه بعدی آقای لوئر میشه چی؟ ایران پروژکت. The playwright whose most successful play was a political happening, The Velvet Revolution. That he would become president was another of the many paradoxes in that remarkable life. Wendy and I arrived in Prague for the inauguration 2 days early, as is in late 1989, and went to his apartment immediately. I gave him a mittful of presidential-looking ties, since he'd never owned a tie. حداقل اعتقاد خودش اینه که میتونه مشابه کاری که تو چکسلواکی کرده از 1983 این کار طول کشیده. اینجوری نبوده که یه شبه انجام شده باشه. با اومدن توی با پیگیری کارهای مشابه تو ایران پروژکت میتونه بهش برسه. زودتر از اونچه فکرش رو میکردم اولین ایمیل از ایران پروژکت به هم میرسه. ایمیل درباره یک گزارش از پایگاه خبری المانیتوره که بعدها میفهمم تو حلقه رسانه ایران پروژکت یه عضو مهمه. گزارش درباره یه مهمونی شام غیر رسمی تو نیویورک که توش یه تعداد از ایرانی‌ها با مقامات سابق و فعلی آمریکا شرکت داشتن. بین آمریکایی‌ها سه مشاور امنیت ملی و یک وزیر امور خارجه سابق هم به چشم می‌خورد. به نظر جلسه حساسی بوده چون از ایران هم مقامات بلندپایه تو شرکت داشتن. گزارش اشاره‌ای به اینکه محتوای جلسه چی بوده نمی‌کنه، اما اطلاعات بعدی که میده به نظرم می‌تونه یه قطعه مهم تو پازل ایران پروژکت و ارتباط راکفلرها با ایران باشه. آقای توی گزارش استفان هاینز به المانیتور گفت شروع ایران پروژکت به صحبت‌هایی که من و لوئرز در دسامبر 2001 با یکدیگر داشتیم باز می‌گردد. آن روزها لوئرز عضو هیئت مدیره صندوق خاندان راکفلر بود، جایی که سرپرستی آن را هاینز بر عهده داشت. سابقه دوستی آنان به روزهایی باز می‌گردد که در پراگ بودند. لوئرز در مقام رئیس مؤسسه سازمان ملل به هاینز می‌گوید که معاون آن روز او خانم سوزان دیماجیو با نماینده دائم ایران در سازمان ملل آشنا شده است. لوئرز به همراه گروهی از دیپلمات‌های کهنه‌کار آمریکایی از جمله توماس پیکرینگ، ویلیام میلر و فرانک وایزنر نزدیک به 12 سال به طور مستمر تلاش کرد که از طریق گفتگوهای ترک دو، گفتگوهایی که معمولاً بین مقامات سابق کشورهایی که با یکدیگر مسئله دارند پشت پرده انجام می‌شود، آمریکایی‌ها و گروهی از ایرانی‌ها را به یکدیگر نزدیک کرد. Very much, Nushin Hashemi. I'm Stephen Hines. I'm the president of the Rockefeller Brothers Fund, and I'm delighted to have this opportunity to moderate this panel discussion about Track 2 diplomacy, focusing on the case of Iran. خب، از این طریق تونستن اتحاد جماهیر شوروی رو
تحت نفوذ خودشون قرار بدن. Attractive diplomacy has played an enormous role in arms control issues over the years in US-Soviet relations. یعنی چه کار کنن؟ با استفاده از چنین ملاقات هایی و عادی سازی چنین ملاقات هایی که تحت چراغ خاموش به قول خودمون انجام میشه و تحت نظارت هم قرار نمیگیره، میتونند هم اطلاعات بگیرن هم کم کم نظریات افراد رو عوض بکنند، میزان چانه زنیشون رو عوض بکنند، میل اونها به آمریکا و غرب و ارزش‌های غربی رو بیشتر بکنند. میگه شما هیچ وقت نمیفهمید که نمیتونید گارانتی کنی که یه آدمی که 4 سال وقت گذاشتی باش رفتی، هی ملاقات رفتی اومدی، وقت گذاشتی یه رابطه باهاش درست بکنی و وقت گذاشتی که سرمایه گذاری روش کردی، این خیلی مهمه، آیا با رئیس جمهور بعدی رابطه ای پیدا میکنه بالاخره یا نمیکنه. این لورز باید آدم جالبی باشه، یک فوق تخصص توی حوزه شوروی، بالکان و اروپای شرقی. اونطور که دربارش خوندم، قبل از ایران پروژکت رئیس این مؤسسه مهم شده توی آمریکا به نام مؤسسه سازمان ملل آمریکا. این اسم رو یادم از زبان کسی دیگه هم شنیده بودم، یه روز که چند وقت پیش اومده بود تهران. Many program was established in Russia and many post-Soviet countries, mostly provided by USAID, embassies of the United States working well in all these countries. Kazakhstan and Ukraine, they started the nuclearization. All stocks of nuclear arms was eliminated in these countries. Some part was taken by part and Russia taking some to keep it in safe place. ببینید دقیقا ما نقش امریکا رو اگر میخواییم دنبال کنیم، نقش امریکا رو از زمان خروشچف به بعد باید دنبال کنیم، فقط با گورباچف نیست. یعنی از سال 1956 به بعد امریکا و مذاکره با امریکا و حضور امریکا و تأثیرات دیپلماتیک آمریکا و نقش آفرینی های سفارت آمریکا در مسکو به شدت دیگه در معادلات سیاسی شوروی نقش آفرین میشه. آنطور که خود لوئرز تعریف میکند، راه گسترش روابط بین ایران و آمریکا را وی از تجربیاتی که در جریان جنگ سرد و نحوه معامله با شوروی به دست آورده استخراج کرده است. لوئرز در سال 2013 در جریان یکی از مباحثات درباره کار بر روی مسئله ایران اظهار داشت: من عمدتاً به این دلیل وارد کار امور خارجه شدم که می‌خواستم روشی برای معامله با شوروی پیدا کنم. من زبان روسی و مارکسیسم رو فرا گرفتم. من یک دیپلمات شدم، چرا که این وسواس در من ایجاد شده بود که چطور می‌شود با اتحاد جماهیر شوروی بهتر کار کرد. برای همین هستش که شما می‌بینید از سال 1987 به بعد موج رسانه‌ای آمریکا و اروپا کامل میره رو حمایت از گورباچف. تایم او رو مرد سال اعلام می‌کنه، بعد حمایت‌های گسترده تبلیغاتی و رسانه‌ای و تمام عیار ازش شروع میشه. شما نگاه کنید زبان گورباچف، ادبیات گورباچف تماما ادبیات لبخند، ادبیات خوشبینی به غرب و آمریکا و دوستی. گفت ما در دهه 1970 از نفس افتادیم به لحاظ اقتصادی برای اینکه به این مسئله غلبه کنیم و برای اینکه بر این عقب ماندگی تکنیکیمون غلبه کنیم و با تاکید بر اینکه من همچنان مارکسیست هستم و با استفاده از میراثی که خروشچف گذاشته بود در مورد همزیستی مسالمتی، و میزه گفت ما میریم وارد یک رابطه با جهان سرمایه‌داری میشیم و بحث بلوک اروپایی رو حتی مطرح کرد. یعنی گفت ما جزء از اروپاییم، آلمان هم اروپاست، فرانسه هم اروپاست، انگلستان هم اروپا. Dear friends, there are not many people. شیمون پرایز، رئیس جمهوری اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، میخائیل گورباچف را مردی خواند که مسیر تاریخ را برای همیشه عوض کرد. Was changed history forever.
مورد بعدی زمانی بود که گورباچف اومد سر کار، گفت کی گفته بین سوسیالیسم و کمونیسم با لیبرالیسم و کپیتالیسم تقابل اجتناب ناپذیره. میگه که آقا یه کره زمینیه، دو تا همسایه توش زندگی میکنن، آمریکا شوروی. شما توی محلی زندگی میکنید، قیافه همسایه‌تون خوشتون نمیاد، نمیتونید بفروشی بری، قهرید با هم دیگه. اسمشو گذاشت همزیستی مسالمت آمیز. یعنی اینا از وضعیت گپ فزاینده تبدیلش کردن به گپ پارالل، یعنی نیم تو نیم دایره 90 درجه شو این خوابید. شوروی از موضعش کوتاه اومد. اینو که گفت، خب دو تا پروژه تعریف کرد، گلاسنایست و پاراسترویکا، فضای باز سیاسی، فضای باز اقتصادی. نتیجه شد که شوروی پاشید. شما توجه کنید بعد از فروپاشی چی شد. بعد از فروپاشی تو سال 1992-93 دولت شوروی پول کارمندانش حتی نداشت بده. دانشمندان شوروی آواره شده بودن تو اروپا دنبال کار میگشتن، بس میرفتن این ور، بعد دانشمند هسته‌ای شوروی میرفت این ور کار پیدا کنه، کار گیرش نمیومد. آدم ها تو شوروی بود، ارتش در حال کارمندان ارتش نظامی ها پول نداشتن حقوق بگیرن. یعنی شوروی بعد از فروپاشی قبل از پوتین وضعیت فاجعه باری پیدا کرده بود. آمریکایی‌ها یه بیس میگیرن خودشون که چشم‌اندازشون اینه که باید به این سمتی که میرن کشور مخالفشون هم به اون سمت بیاد. کشور مخالفشون رو تو زاویه 90 درجه میذارن. شکل کار اینجوریه. خب حالا استراتژی امنیت ملیشون رو تعریف کنم و سیاست خارجیشون. اون کشور باید بیاد اینجوری گردن خم کنه. مردم اینجوری بودن. یعنی ببینید مسئله اینه که درسته وضعیت شوروی وضعیت بدی بود، ولی مردم بعد از فروپاشی به وضعیت بسیار بدتری دچار شدن. یعنی کشوری که ابرقدرت بود، کشوری که توان نظامی فوق‌العاده داشت، کشوری که یک هیبتی داشت، کشوری که بالاخره حقوق کارمنداشو میتونست بده، کشوری که بالاخره یه عالمه آکادمیسیان توی کشور بودن، یه عالمه دانشمند توی کشور بودن، یه عالمه پزشک بودن، خب بسیار از دانشگاه‌های ارزشمند رو داشت. این کشور همه چیز رو از دست داده بود. شده بود اول از چند تیکه شده بود. شده بود یه جمهوری روسیه فقط. حالا اون بقیه رو ببینید چه بدبختایی بودن، مثلا ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و گرجستان و اینهایی که همه وصل بودن به حیات کلی اقتصاد شوروی، حالا شده بودن تک خودشون به پای خودشون. اینا همه شده بودن کشورهای تحت سلطه، همشون شدن کشورهایی که تحت سلطه آمریکا بودن. The point is that last years of Soviet Union there was a deficit of some trades and goods and services. And our people were hungry, and since they are looking for some kind of freedoms and something new. But after Soviet Union was collapsing, we saw that liberals just going to take our property, and many factories was closed, people lost jobs. There was no. برای همینه که مردم تبدیل شده بودن به دشمن گورباچف. مردم اصلا اگه واقعا گورباچف که از حمایت‌های جانبی دولت چون میده، گورباچف هم بعد از فروپاشی رفت پیتزا فروشی باز کرد، و اگر حمایت‌های دولتی مثلا سازمان‌های حمایت چیزی امنیتی نبود، مردم گورباچف رو نابود می‌کردن. بعد شما نگاه کنید اون ماجرای به اصطلاح میگن تجارت ناتاشا، روسیه هر چی که بود، شوروی هر چی که بود، دختران شوروی، دختران اروپای شرقی، اینها اسیر تجارت ناتاشا نبودن. شما نگاه کنید به محض اینکه اروپای شرقی شوروی فرو میپاشه، کل اروپای شرقی یکی از پردرآمدترین تجارت ها تجارت معروف به تجارت ناتاشا است. تجارت ناتاشا میدونید چیه دیگه؟ تمام دختران کشور اروپای شرقی و شوروی که سر از کاباره ها و روسبیخانه های امارات و شیخ نشین ها و امریکا اروپا در میارن. در این نتیجه اون وضعیتیست که دارم عرض میکنم. یعنی بعد از فروپاشی شوروی به خصوص تو دهه 90 روسیه به خاکستر نشست. اصلا شباهت های زیادی بین اتحاد شوروی دوران استالین، چین دوران ماو و کوبای دوران کاسترو وجود داشته، و اونها میخواستن انقلاب رو صادر بکنن، فلک رو سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم و امپریالیسم رو نابود بکنن، و بدون استثنا سرشون به سنگ خورد. اونا در کل
کسانی رو که دشمن خودشون تعریف کردند به طریق مشابه سعی میکنن روشون کار کنن. اجمالا این مدلی که علیه شوروی استفاده شده در مورد توسط آمریکایی‌ها توی 60 سال دقیقاً داره علیه ما پیاده میشه. ویلیام لورس که الان به عنوان رئیس ایران پراجکت مطرح هست 3-4 سال تو روسیه درس خونده، روسی یاد گرفته، مارکسیسم یاد گرفته، یعنی اصلا قاطی روسا این چیزا رو یاد گرفته. بعد اومده 15 سال مسئول دسک اتحاد جماهیر شوروی اون موقع توی وزارت خارجه آمریکا بوده. My obsessions as well since my long dealing with the Soviet Union, I believed that we could reach agreements with Moscow. And I dealt with Cuba. I opened our first intersection in Cuba. ایشون خودش میگه به صورت مستند که من اصلا اومدم به وزارت خارجه 31 سال پیش برای این اومده بودم که ببینم آیا راهی وجود داره که تا جماهیر شوروی رو دچار فروپاشی بکنیم از طریق معامله، چون از طریق جنگ که اصلا امکان پذیر نبود، از طریق جنگ سر. But what history also teaches us is that sometimes the best security is to enter into negotiations with your enemies. You know, we ended up winning the Cold War without firing a shot directly with the Soviet Union. چرا که در طول جنگ سرد یاد گرفتن همیشه سعی کردن استفاده کنن. ببینید درسی که لورز بعد از 30 چند سال سابقه دیپلماتیک توی وزارت خارجه آمریکا و بقیه سوابق دیپلماسیای غیر رسمیش توی نهادهای مختلف عملاً خط دهنده به دولت‌های مختلف آمریکا داره تدریس میکنه تو کولومبیا، نحوه مذاکره با دشمنه. ببینید کلمه دشمن هم توش آورده، اینو میتونید تو سایت دانشگاه کولومبیا ببینید. توی سایت برادران راکفلر تو قسمت کمک‌های مالی یه کمک بود که با بقیه کمک‌های مالی راکفلرها زیاد تناسبی نداشت. کمک مالی به یه کنفرانس به اسم اولین کنفرانس گفتگوی ایران و کانادا تو دانشگاه اتاوا. اسم کنفرانس ایران کانادا رو قبلا شنیده بودم، اما فکر میکردم تو ایران برگزار شده. با پرساجو فهمیدم که کنفرانس ایران در واقع دومین کنفرانس بوده و اولی 6 ماه قبل تو کانادا برگزار شده، همون که توی سایت راکفلرها هم به اون اشاره شده بود. اما نمیدونستم راکفلرها چه ارتباطی داشتن با گفتگوی ایران و کانادا. عجیب‌ترین نکته تو خبر این کنفرانس میهمانای خارجی اون بودن. استفان هاینز رئیس بنیاد برادران راکفلر و عضو اصلی ایران پروژه، ویلیام لورز معاون هاینز تو بنیاد راکفلر و عضو مهم دیگه ایران پروژه. خبر برام باور کردنی نبود. اینا وقتی میان تهران با عنوان در حقیقت کاریشون نمیان، به عنوان دو تا آدم معمولی بلند میشن میان ایران. میان ایران میرن در یکی از مراکز بسیار تأثیرگذار تصمیم گیری کشور دیدار میکنن. اینا دو تا دیدار داشتن که اسنادش موجوده. دیدار یک با اون ترک تو، یعنی همتایانشون. دیدار دوم دیداری بوده
در اون مرکز مهم تصمیم گیری در کشور. خود اینها در چند مقاله به همراه این مقاله واشنگتن پست اعلام میکنن که داخل این جلسه حساس چه گذشت. اینها میرن با معاون اون مرکز دیدار میکنن، در اصل میخواستن یک پیامی رو بدن، نه به اون معاون که از طریق اون معاون مرکز. جالب بود راکفلرها 30 سال بعد آخرین سفرشون در زمان شاه به ایران دوباره پاشون به ایران باز شده بود. تو این 30 سال چه اتفاقات ریز و درشتی در تاریخ روابط ایران و آمریکا افتاده بود. حالا اونا برگشته بودن. هنوز نمیدونم ما تغییر کرده بودیم یا اونا. فقط میدونم این سفر نقطه عطفی بوده تو مذاکرات 12 ساله راکفلرها با ایران. قسمت جالب ماجرا انتخاب لوئرز برای این سفر از توی آمریکایی‌ها بوده. اونا یکی از طرح‌های اصلی اولین انقلاب رنگیشون تو دنیا رو در چکسلواکی می‌فرستن ایران. دقیقاً 1 سال بعد یک کودتای رنگی تو ایران شکل می‌گیره. قطعات پازل کم کم دارن جای خودشون رو پیدا می‌کنن. تلاش هم رو برای پیدا کردن طرف های ایرانی این مذاکرات شدت دادم. تو ایران به 3-4 تا اسم برخوردم که با توجه به سمت فعلیشون بعید بود که پای مصاحبه بیان. اما به طور اتفاقی و از طریق یه دوست مشترک با یه ایرانی آمریکایی تبار آشنا شدم که از سالها قبل از طرف ایران تو چند تا از این جلسه ها شرکت داشته. مذاکرات سوئیس که گفتید رفت تشریف بردید، اونا تو چه کسایی از ایران بودن و چه بحثایی اونجا شد؟ حالا چیزی یادتون هست؟ یادم هست، شاید دوست نداشته باشن اسمشون برداشتن، ولی در مجموع 3 نفر از ایران بودن به اضافه من. حدود 2 برابر تعداد ما ایرانی ها مسئولین امریکایی بودن که عمدتاً از سفرهای قدیمی امریکا بودن. چند نفر مجلس بودن، یه نفر بودش که چیف آف استاف جو بایدن بود، اون موقع جو بایدن سناتور بود. اسمشون نمیگید؟ تو برنامه نمیذاریم. میگم اسمشون نمیگی تو برنامه نمیذاریم ما. راپ یوسفی بالاخره حرفاش رو زد، اما اصرار کرد که از زبان اون چیزی گفته نشه. او پرده از یه باند 7 نفره برداشت به اسم باند نیویورکی ها که تمام مذاکرات از همون 12 سال پیش با طراحی اونها انجام میشه. خب باند نیویورکی ها که من نمیخوام از اون باشه، ولی به صورت بله دقیقا همون بوده. از چهرهای اسم آورد که حالا هر کدومشون اسم و رسم دارن، خیلی نمیشه نزدیکشون شد. با این حال من سعی کردم به جز ژاپه کانال دیگه پیدا کنم از ارتباطات ایران پروژکت راکفلرها با ایران. خب من که میشناسم مونتا این مال چیزشه، این که همین بغل اتاقشه، برو پیشش ولی عکس جوانیشه. خب یه کتاب غلط نوشته این بیچاره. داستان اینو شما نمیدونین، منم الان اینجا جلو دوربین نمیگم بهتون. خب بله اینم درسته، اینم که رفیق خودتونه. همچنان در حال ادامه تحقیقات ایران پروژکت بودم که ایمیل دوم از خبرنامه سایت ایران پروژکت به هم رسید. این بار گزارش از روزنامه هافینگتون پست درباره ایران پروژکت. تا اونجا که میفهمم چیز خاصی نداره، اما توی یکی از پاراگراف ها اسم هیلاری کلینتون توجه هم را جلب میکنه. کنارش اسم 4 نفر دیگه هم اومده: استفان هاینز، ویلیام لوئرز، توماس پیکرینگ، ویلیام میلر، اعضای اصلی ایران پروژکت. گزارش یه افشاگری بی‌نظیر از ایمیل های خصوصی هیلاری کلینتونه که توش خبر از یه دیدار میده به تاریخ دسامبر 2010 بین هیلاری کلینتون، زمانی که وزیر خارجه بوده، با 4 نفر از 9 نفر اصل ایران پروژه. 4 نفر از همین لابی ایران پروژه یه دیدار داشتن و همینطور یک پلان 10 صفحه‌ای ارائه میکنن به خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت، که
استراتژی آمریکا، چارچوب استراتژی آمریکا رو در مورد ایران بیان میکنه. اسم این 10 صفحه‌ای و این پلانه چیه؟ Toward a new policy on Iran. سیاست و خط مشی جدیدی به سمت و سوی ایران و در مورد ایران. چه کار میکنه؟ میگه آوتلاین و چارچوب سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو بیان میکنه. با قدرت و ثروتی که راکفلرها تو آمریکا داشتن، برام خیلی بعید نبود که موضوع ایران پروژه در صدر هیئت حاکمه آمریکا در حال تصمیم گیری باشه. از قبل تو گزارش لوئرز و هاینز این موضوع رو دیده بودم که حتی تو زمان بوش هم گزارش ملاقات‌ها با ایرانی‌ها دائما به کاندولیزا رایس و ریچارد هاوس معاونش داده می‌شد. قصه حضور راکفلرها تو دولت‌های مختلف آمریکا و در تصمیم‌گیری‌های بزرگ آمریکایی‌ها تو دنیا هم مشهوره. اونها خیلی از افرادشون رو تونسته بودن تو دولت اوباما وارد کنن. Secretary of the Treasury Timothy Geithner, Bilderberg Group and Trilateral Commission member. Secretary of State Hillary Clinton is a Bilderberg and CFR member. She is also married to Trilateral Commission member William Jefferson Clinton. Ambassador to the United Nations Susan Rice, Trilateral Commission. National Security Advisor General James L. Jones, Bilderberg, Trilateral Commission and CFR. Trilateral Commission CFR, Bilderberg Group, Trilateral Commission and CFR. Bilderberg Group, Trilateral Commission. ویلیام لوئرز الان استاد مذاکره با دشمن تو دانشگاه کلمبیا است. رو دشمنش تاکید میکنه. شما معمولا تو مذاکرات باید با طرف مقابلتون صحبت کنین، چونه بزنید برای اینکه یه چیزی به دست بیارید و در ازاش هم یه چیزی بدید. لوئرز اینم پنهان نمیکنه که تخصصش اینه که میتونه این فضای مذاکره رو به سمتی ببره که یه چیزی از خودتون بگیره و شما به خاطر پس گرفتن اون چی که از خودتون گرفته چیزایی رو که اون میخواد بهش بدین. موفقم بوده. کارنامه‌شو که نگاه کنین تو چکسلواکی از انقلاب رنگی زمانی که هنوز جنگ سرد تموم نشده بود کاملا موفق بوده تا تجزیه چکسلواکی به دو کشور چک و اسلواکی. این کارو انجام داده. نباید اینو دست کم گرفت. بلافاصله بعد از اینکه کارش تموم شده اومده پروژه ایران رو دست گرفته. توی هین جستجوهام برای ایران پروژه متوجه میشم که اونها یک حساب کاربری به توییتر هم دارن. جالبه یکی از آخرین توییت های ایران پروژه مربوط به برنامه موشکی ایرانه. توییت مشترکی از ویلیام لوئرز و پیکرینگ از یه مقاله مشترک که مضمونش اینه: آیا قدم بعدی ایران پروژه موضوع موشکی خواهد بود؟ جالبه توییتشون توی ایران هم با یه توییت دیگه بی‌پاسخ نمونده. توییت طرف ایرانی از همون جایی که لوئرز و هاینز چند سال پیش تو سفر به ایران اونجا دیدارهاشون رو انجام دادن. با این حال توییت در ایران حسابی سر و صدا به پا میکنه. اینجا اسد داره میگه موشکی. تو اون فیلم استفن هاینز، جسیکا ماتیوز و لین اسر. جسیکا ماتیوز مسئله موشکی رو به تفصیل میکشه وسط. میگه که ما باید موشک رو سیستم موشکی ایران رو فشل کنیم. امنیت اسرائیل رو خطر بزنیم. شما تو هر مذاکره‌ای بالاخره باید یه چیزی بدین، یه چیزی بگیرین. روش لوئرز این هست که هیچی نمیده، یه چیزی از خودتون میگیره، بعد اون چیزی که از خودتون گرفته بهتون میده. و این شوخی بردارم نیست، استاد این کار هست و این رو هم داره تو کلمبیا درس میده. بحث ایران پروژه تو سالهای آینده این خواهد بود که چی از ایران بگیریم که ایران به خاطر اینکه اونو بهش پس بدیم حاضر باشه برنامه‌های موشکی خودش رو تا جایی که آمریکا میخواد کوچیک کنه یا از بین ببره.
ما با شوروی و چین سالهای طولانی اختلافات بسیاری داشتیم، اما سرانجام اونها کنار اومدن. این چیزی که ما به دنبال محقق شدن اون درباره ایران هستیم. ما میتونیم تحریم‌های بیشتری رو ضد ایران به علت آزمایش‌های موشکی اونها اعمال کنیم. ما هم اکنون به طور جدی در سازمان ملل تلاش میکنیم تا قطعنامه جدیدی ضد ایران به علت فعالیت‌های این کشور صادر بشه. حالا فست فوروارد کنیم یه ریزه بریم جلو. یه کنفرانس دیگه. خود آقای استفان لوئرز اونجاست. یه خانومی که از خبرنگاران بسیار مطرح نیویورک تایمز هست، ایشون هم هست. خودش عضو ایران پروژه نیست ولی بسیار ذوق زده است و طرفداری میکنه. خود آقای لوئرز هم بسیار ذوق زده است. حالا دلیلش رو میگم. آقای میلر هم فکر میکنم بودن، یکی دیگه از اعضای ایران پروژه. اینا میان توضیح میدن. آقای لوئرز که بنیانگذار این کار و رئیس این کاره میگه من سالها خیلی حرف داره توی این یک ساعت و چند دقیقه فیلم این آدم ها. میگه من سال هاست که با فلانی رفیقم، این فلانی کسیه که نقش به سزایی داشته در ترک یک، ترک دو، در هر دوت. معنیش این نیست که این فرد جاسوس مستقیم دشمنه، معنیش اینه که این فکری داره که اون فکره. ببین یه موقعی میخوام بمب بذارم زیر یه ساختمونی، زیر یه مجتمع، مثلا تو FBI دیده دیگه، توی فیلم های سینمایی میخوام بمب بذارم توی ساختمون حکومتی دولتی تو آمریکا، میگن که نمیشه. خود اون مامور امنیتی که کارت ویژه داره میتونه بره داخل، بمبو میذارن داخل صندوق عقب ماشین اون. بعد این میاد میره اون داخل، بعد یه دفعه تازه یادش میفته که این کسی که اومد این بمبو آورد. نفوذ اینجوریه. یعنی کسی که میتواند بمب به صورت مشروع و موجه بیاد داخل، اون بمب باور رو تو ذهن این ایجاد میکنن، این با اون بمب میاد میشه مدیر و وزیر اقتصادی و وزیر فرهنگی و وزیر مالی. ایشون یه سری توضیحات میده، بعد این خانوم خبرنگار درجه یک نیویورک میاد، مخاطبینش هم آمریکایی هست، داره توضیح میده راجع به ایران. میگه من تا موقعی که با این آقا بالا رو نگاه میکنه اسم میبره. این آقا کیه؟ این آقا یه زمانی جز مقامات بوده، جز مذاکره کننده ها بوده، بعدا دیگه جز مذاکره کننده ها نبود. و بعد هر موقع اسم این آقا رو میبره بالا رو نگاه میکنه، اینا میگه که ایرانی ها الان در این وضعیت جدیدشون اگه قرار باشه بین دنیا با این معاهده‌ای که تا چند روز دیگه بسته میشه دارن نشون میدن، اگه قرار باشه بین دنیا و یه چیز دیگه انتخاب بکنن، دنیا رو انتخاب میکنن. بعدم چند بار بعد از اینکه میگه ببخشید قرار نبود بگم، حالا میگم دیگه، چاره ای نیست وسطشم و اینها، از اون آقا کسب اجازه میکنه. میگه در مورد سوریه، گام بعدی کجاست؟ تو سوریه. همین ترک تو رو میخوایم بریم. و بعد میگه من با این آقا که صحبت کردم فهمیدم. اینجا معلومه که ایشون داره اطلاعاتی رو خواسته یا نخواسته داره میده. میگه تا الان قاسم سلیمانی اسم میبره، فرمانده نیروی قدس تعیین کننده بود در سوریه که چه اتفاقی بیفتد یا نیفتد. اما الان که این معاهده هسته‌ای بسته داره میشه دیگه، حرف سر اینه. از اینجا به بعد این دستگاه دیپلماسیه که میگه سوریه چی بشه چی نشه، قاسم سلیمانی باید دنبالش بیاد. Made it very, very clear that this could be a major confrontation. We were not going to tolerate it. Said they will not land, they're not going to unload anything, they're not going to go out of international waters, and then they went home. چی؟
دنیا یعنی آمریکا و کلن 34 تا کشور، اینا یعنی کت خدا، یعنی کی؟ یعنی راکفلر، کل دنیا یعنی راکفلر. Said to me, if we can get this deal done, then we're ready to sit down and talk about the regional issues, and we may be able to work things in different places. I just got a message today from my counterpart from Iran. ما دنیا، خب ما دنیا، سرکار خانم داره میگه اونجا دو سه سال پیش هم گفته، نه الان. خب وقتی شما میگی دنیا، خب اینا نتیجه‌شه دیگه. کی گفته ما تعامل با دنیا نداشتیم مثلا قبلا، حالا داریم؟ ما تعامل آخه یعنی چی؟ یعنی در مملکت بسته بوده. کی گفته تعامل خوب نیست اصلا؟ تعامل به این نمیگن که. تعامل میدونید به چی میگن؟ ما هیچ حرکتی نمی کنیم، آمریکایی ها پشت سر هم پرونده باز میکنن. امروز سیل اومد، ایران مقصره، جریمه 10 میلیارد دلار. هر روز عجیب و غریب ترین ادعا، دیگه ادعای دیگه نداشتن بکنن، یه ادعای عجیب و غریب کردن که ایران نقش داشته تو 11 سپتامبر. اصلا تو کل عملیات تروریستی این 10-20 ساله یه دونه ایرانی بوده؟ اصلا تا حالا اسم ایران مطرح بوده؟ نبوده. Wrote, open the windows, for the kind breeze is celebrating the birthday of the flowers. In spring, on each and every branch, next to each leaf, has lit candles. Every year as president, I've taken this opportunity, the hope of spring, to speak directly to the people of Iran about how we might open a new window and begin a new relationship between our countries. راکفلرها خیلی صریح و شفاف و شاید هم با افتخار حمایت‌های مالی که از ایران پروژکت و برنامه‌های مرتبط با اون انجام دادن رو تو سایتشون آوردن. 100,000 دلار برای سال 2015، 40,000 دلار 2015، 100,000 دلار 2015، 75,000 دلار 2014، 106,000 دلار 2014، 100,000 دلار 2014، 500,000 دلار 2014، 150,000 دلار 2013، 1,000,000 دلار 2013، 75,000 دلار 2013، 100,000 دلار 2013، 800,000 دلار 2012. این تنها آماریه که فقط تا سال 2008 رو سایتشون اومده. این ماجرای ستیز انسان پیرامونی با نظام جهانی سلطه، ماجرای مرگ و زندگیه، ماجرای اینکه سوء تفاهمی باشه یا ماها شورشی کردیم یا نمیدونم داریم آتشی میسوزونیم، داریم مثلا دشمن تراشی میکنیم، ماجرای اینا نیست. ماجرای اینه که ما میخوایم زندگی حداقلی انسانی داشته باشیم و نظام سلطه نمیتونه این رو بپذیره، چون اگر قرار بشه زندگی حداقلی انسانی به انسان پیرامونی بده، دیگه خودش نمیتونه قارت کنه بعد اینکه چی کنه. That is quite rebellious. This is a population that is rebelliousness. They had a constitutional revolution in the early part of the 20th century. I think the first thing is that Iran itself is a problem, but its relationship with its neighbors, probably from the point of view of the first thing is that همون دنیا اینجوری میره تو این تقسیم بندی. بعد
نظام جهانی کاملا طبقاتیه، نظام جهانی طبقاتیه، یعنی اینها یه بالا شهر برای خودشون ساختن تو دنیا، بقیه هم کردن جنوب شهر. تمام آشغالا باید بره تو جنوب شهر، تمام بدبختی ها باید بره تو جنوب شهر، تمام کارها رو اونها باید بکنن، تمام بهره کشی ها مال اونهاست، رنج ها مال اونهاست، منافع مال بالا شهره. اینجوری ساختن دنیا رو. به هیچ وجه به این معنا نیست که اگه ما نظام جهانی رو رها کنیم، نظام جهانی ما رو رها میکنه. This deal, we would be putting Iran in the driver's seat. I think they would garner enormous international sympathy. They would be able to isolate the United States and Israel as the reason for the deal falling through. I think the sanctions would begin to dissolve. They would not be as effective. So ironically, شاید دیوید به همه دهه 70 های آمریکا اون زمان که تصمیم گرفتن مدل شوروی و اروپای شرقی رو توی ایران پیاده کنن همه محاسبات رو انجام داده باشن، یا حتی الان هم که بعد 12 سال مذاکره به توافق رسیدن فکر کنن کار بزرگ رو روی حساب کتاب انجام دادن. حالا اونها بیشتر از هر زمان دیگه نگاهشون رو به داخل ایران دوختن، جایی که فکر میکنن بالاخره نوبت ایرانیایی شده که شعارهای آمریکا درباره ایران رو تحویل میدند و آمریکایی‌ها میتونن بعد 37 سال دوری روبان ورودشون به ایران رو پاره کنند. Open the windows for the kind breeze is celebrating the birthday of the flowers. And spring on each and every branch next to each leaf has lit candles.